فرمانده نیروی هوافضای سپاه در تشریح چگونگی کنترل و در اختیار گرفتن هواپیمای پیشرفته جاسوسی آمریکا به دست نیروهای مسلح ایران گفت اخیراً با اطلاعات جمع‌آوری شده و مراقبت‌های دقیق الکترونیکی مشخص شد این هواپیما قصد نفوذ و جاسوسی بر فراز کشورمان را دارد که پس از ورود این هواپیما به فضای شرق کشور این هواپیما در کمینگاه الکترونیکی نیروهای مسلح قرار گرفت و با حداقل خسارت به زمین نشانده شد. با عنایت الهی توانستیم با کمک مشترک و اقدام مشترک ارتش و سپاه یکی از پیشرفته‌ترین هواپیماهای آمریکا رو که دارای ویژگی‌های خاصی هست در دام در واقع جمهوری اسلامی ایران گرفتار بکنیم. طول دوبال این هواپیما حدود 26 متر، طول بدنه 4.5 متر و ارتفاع آن 1 متر و 84 سانتی متر است و دارای سیستم‌های پیشرفته جمع‌آوری اطلاعات در ابعاد الکترونیکی، تصویری و مخابراتی و سامانه‌های راداری مختلف است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه افزود این هواپیما از جهت نوع ساخت و پوشش رادارگریز طراحی شده و از حیث فناوری آخرین نمونه هواپیماهای پیشرفته ای است که آمریکا مورد استفاده قرار می‌دهد. این هواپیما از نوع هواپیمای استیلز و رادارگریز هست. این فناوری دقیقاً فناوری است که در هواپیماهای V2 و F-35 استفاده شده. سردار حاجی زاده افزود هدایت این هواپیما توسط ماهواره و همچنین ایستگاه‌های زمینی در افغانستان و آمریکا صورت می‌پذیرد. امکاناتی که در داخل این هواپیما وجود داره هم از دوربین‌های پیشرفته، رادارهای سار که در واقع در همه گونه شرایط جوی قادر هست تصویر تهیه کنه و زمین رو اسکن می‌کنه، این یک تکنولوژی و فناوری پیشرفته هست. فرمانده نیروی هوافضای سپاه تأکید کرد کارشناسان و متخصصان نظامی به خوبی واقفند که این هواپیما چه اطلاعات تکنولوژیکی ذی قیمتی با خود دارد.